قبل از شروع کار کردن با سیستم مختصاتی نسبی من یک تمرین خیلی ساده برای شما انجام بدم که درک بهتری نسبت به این قضیه داشته باشید. این شکل رو توجه کنید. این یک شکل بسیار ساده است. از نقطه A شروع میشه به سمت B, C, D, E, F و بعد هم که خب دوباره بسته میشه که اون بسته شدن کلوز هست. زمانی که دستور لاین انتخاب میشه، ببینید دستور لاین انتخاب میشه، همطور که میبینید که میتونیم ما بیایم L رو هم اینتر بزنیم، specify first point از نقطه 2-2 شروع شده که میشه نقطه A، بعد 2 در راستای محور، دقیقا همطور که میبینید 2-2 این نقطه هستش، 2 و 7، یعنی دو تا در راستای، اینجا اگر 0-0 ما باشه این 2 و 2 اومده اینجا، حالا 2 و 7 همینطور این دور زده، ببینید 2 و 7 5 و 7 همینطور دور زده تا رسیده به نقطه آخر که 10 و 2 هست، یعنی 10 تا در این راستا، 2 تا هم که نسبت به این مرجع بالاتر اومده و این نتیجه هستش که به این شکل برای ما به دست اومده و من قصد دارم این رو برای شما ابتدا انجام بدم نقاطش رو و بعد بریم سراغ ادامه مپ. هست این رو هم اینجا قرار میدم، هر دو در کنار هم کلیک بعدی و حذف. الان این رو من میخوام آغاز کنم، دستور لاین رو انتخاب میکنم، زمانی که پنجره کوچکتر بشه زیر هم جمع میشه و لاین رو میتونه اینجا انتخاب کنه. طبق انتخاب اینجا من پیش میرم که دقیق با هم کار کرده باشیم. 2 و 2 رو اینتر میکنم، ببینید نقطه ای رو نسبت به 0 و 0 2 و 2 میاد و بالاتر نمایش میده. نقطه بعدی 2 در راستای محور X و 7 هم میره بالا. ببینید چه اتفاق میفته؟ یعنی عمود برای ما این اتفاق میفته. 2 و 7 به این ترتیبی که میبینید. یعنی طول این خط من تا حالا 5 واحد شده. خب این تا این لحظه. بعدی در راستای محور X 5 واحد و 7 به این ترتیب که میبینی من تایپ میکنم، 7 در راستای محور Y دقیقا اینجا میشه، این 7 همون ارتفاع ثابت هست، 5 تا میاد جلوتر. اگر بخوام این نقطه رو داشته باشم، ببینید دقیقا میشه مختصات بعدی که باید اینجا من عدد 7 و 4 رو تایپ کنم، ببینید این شکل میشه و مختصات بعدی 10 در راستای محور X سمت راست، یعنی از این 0 10 واحد که دقیقا روی این خط باید بیاد و 2 واحد هم که بالا باشه، یعنی ما باید چنین شکلی رو داشته باشیم که اینجا حالا میبینیم 10 و 4 هست، 2 واحد که خود اینجا هستش و 2 واحد بالاتر میشه دقیقا عمود که این شکل به دست میاد، 10 و 4 ببینید دقیقا روی خط میفته. بعدی خب از اینجا ما وقتی که بگیم 10 تا اینجا خب مشخصه میاد 10 و 2 واحد میاد بالا نسبت به این 2 واحد بالاتر اومده و حالا میتونیم رو کلوز کنیم یا اینکه 2 و 2 بزنیم. 2 و 2 هم میتونم بزنم من و کلوز هم میتونم بزنم، من این رو 2 و 2 میزنم و اگر 0 و 0 میزدم این شکل میشد که من حالا 2 و 2 میزنم اینتر و دیگه خارج میشم. این شکلی که اینجا میبینید دقیقا طبق همون به دست میاد و این تمرینی هستش که ما میتونیم با سیستم مختصات مطلق داشته باشیم. این رو من ذخیره میکنم، تمام تمرینات رو من برای شما ذخیره میکنم، به ترتیب ذخیره میکنم توی همون پروژه‌ای که در حال کار باهاش هستیم. دقیقا من فولدر رو اوتوکد رو برای شما آماده کردم و توی فولدر سمپل که تمام اطلاعات هست ذخیره میکنم، همون دراوینگ 1. در ضمن چیزی هم اینجا بدونید، توی حین سیو از من میتونم مشخص کنم برای چه ورژنی ذخیره بشه، یعنی الان وقتی که من در حال ذخیره هستم اگر که مثلا روی سیستم میخواین فایل رو باز کنید که قدیمی تر هست، اینجا میتونید مشخص کنید برای 2010 ذخیره بشه، برای 2007، برای 2000، یا اگر که دراینگ استاندارد که DWS هست، دراینگ استاندارد ذخیره بشه، در حقیقت همه ورژن های کد میتونه اون رو به صورت استاندارد پشتیبانی کنه، که الان من چون 2016 هستم ورژن و این رو ذخیره کنم در حقیقت تا 3 تا ورژن قبل تر خودش رو هم پشتیبانی میکنه. همون دراوینگ 1 به ترتیب ما میدیم، اون رو من سیو میکنم که شما بتونید داشته باشید و این رو میبندم، یکی دیگه اینجا نیو میزنم که بتونیم روی اون کار کنیم و تمرینات بعدی رو ادامه بدیم.
تمام صفحه میکنم این رو و میام سراغ حالا روش بعدی که روش مختصات نسبی بود. باز لاین رو انتخاب میکنم. حالا این بار به جای اینکه از صفر و صفر شروع کنم همینطور بدون هیچ دقتی یک کلیک میکنم. ببینید دقتی در کار نیست. حالا اگر من بخوام یه مربع مثلا 50 در 50 اینجا داشته باشم باید چیکار کرد؟ خب اگر خواستیم این کار رو بکنیم کافیه ادساین رو من تایپ کنم که شیفت به اضافه عدد 2 در ردیف بالا هست، شیفت و عدد 2 علامت ادساین. زمانی که ادساین زده شد به این معناست که مختصات جدید نسبت به آخرین نقطه سنجیده میشه و این در حقیقت میشه گفت که این مختصات صفر و صفر من رو مثل اینکه برداشته و اینجا گذاشته و هر موقع من ادساین رو زدم در حقیقت مختصات من همون لحظه صفر و صفر است به صورت موقت. پس حالا که اینجا صفر و صفر است من باید 50 تا به جلو برم، میشه 50 در راستای x و در سمت y صفر، یعنی بالا نمیخوام جا به جا بشم. ببینید به این ترتیب برای من این رو ترسیم میکنه. باز دوباره ادساین یعنی اینجایی که الان هستم این لحظه، ما خط قبل رو در نظر نمیگیریم، فرض میگیریم خطی وجود نداره. اینجایی که الان هستم در راستای محور، چون به سمت بالا میخوام برم در راستای محور x، پس من جابجایی ندارم، عدد صفر است و چقدر به سمت بالا؟ 50 واحد به سمت بالا. ببینید اینجا این شکل به دست میاد که اینجا من این کار رو انجام دادم. خب من الان زوم رو به عقب هر چقدر با دکمه وسط برگردونم اجازه رو به من نمیده. خب این مشخصه که این گیر کرده. البته میتونم بیام پایین تر و این کار انجام بدم. حالا میکشم و توضیحش رو میدم که چرا این اتفاق نمیفته. میتونید زوم رو اینجا انتخاب کنید ولی فعلا من ترجیح میدم نقشه رو کامل بکشم. و بعد ادساین 50 اگر بخوایم بزنیم، ببینید الان من عدد رو میخوام بزنم، اینجا صفر و صفره چون ادساین زدم به صورت موقت. پس اگه بخوام 50 تو برم منهای 50 باید برم چون به سمت چپ میخوام برم، اگر اون سمت میخواستم برم مثبت بود. منهای 50 در راستای محور x جا به جاشون نسبت به نقطه ای که هستیم و از لحاظ y صفر که اینجا میشه و بعد این رو هم که میتونم بیام برسونم به این پایین که میتونیم باز کلوز استفاده کنیم، میتونیم بیایم و ادساین، ببینید ادساین صفر و منهای 50 یعنی در راستای x که سمت چپ و راست میشه هیچ جا به جایی نداشته باش ولی از لحاظ عمودی ببینید که بالا بره به سمت پایین که منفی هست. اینتر و اینتر. این رو میبندم. ببینید الان که خارج شدم تصحیح شد ولی اگر دیدین که این عمل نمیکنه دستور زوم رو اینتر میکنیم که حرف زد هست. ببینید حرف زد اینتر میکنم و زیر مجموعی تحت عنوان اکسند رو انتخاب میکنم. این میاد برای ما فیت میکنه و زوم رو تصحیح میکنه. دیگه از این پس با دکمه وسط موس من هم جا به جایی انجام میشه. تمرین دیگه ای رو برای شما من میخوام انجام بدم. به چه سبکی؟ این رو کنارتر میارم. این مربع خیلی ساده بود، انتخاب و دلیت میکنم. تمرین رو اینجا باز میکنم که ببینید اتوکد رو هم میکشم به سمت کنار تا به این ترتیب بشه و بتونید همزمان هر دو رو ببینید. این رو هم تا اینجا میتونم بیارم، این رو هم جمعتر میگیرم یه مقداری و با زوم بهتر میتونیم این رو مدیریت کنیم و بهتر کار کنیم. خب اول تجزیه میکنیم و تحلیل میکنیم فایلمون رو که چه اتفاق افتاده. همطور که میبینید از این نقطه آغاز شده، باز همون نقطه 2 و 2 هست که اینجا شما میتونید اون رو ببینید. این روش نسبی است چون ادساین قبل از همه حروف هست. نقطه اول رو مطلق آغاز شده اینجا و آغاز کردیم ولی مابقی به صورت نسبی هست. خب من همین کار رو انجام میدم. لاین نقطه اول که 2 و 2 هست، 2 و 2 اینتر میکنم. ببینید اینجا نقطه اول که نسبت به محور ما 2 و 2 به این ترتیب اینجا قرار گرفته و پس از اون این نقطه A هست. نقطه B که اینجا میشه 0 و 4، ادساین رو ما گذاشتیم یعنی اینجا محور من 0 و 0 موقته. پس در راستای محور X من جا به جایی ندارم چون عددم 0 است و به صورت بالا من 4 واحد جا به جایی دارم که میشه این نتیجه. بیایم سراغ نقطه بعدی. نقطه بعدی که 4 و 2 که
همطور که گفتیم چهار در راستای محور، البته ادساین رو بذاریم، ادساین رو قبلش من تایپ کنم، چهار در راستای محور از این نقطه چهار و دو هم که بالاتر قرار میگیره، اینتر میکنم، به این شکل میاد. و اما نقطه بعدی که نقطه دی میشه اینجا، سه و صفر، یعنی در راستای محور از این قسمت که همون در حقیقت میشه گفت نسبی بودن، نسبت نقطه آخر هستش، در راستای محور x سه واحد و y هیچ جا به جایی نداره. پس میشه ادساین سه و صفر، به این شکل اینتر میکنم. میام سراغ نقطه بعدی که نقطه ای هست، دقیقا اینجا ببینید از این نقطه من سه واحد این طرف در میام و چون عدد منهای چهار هست پس به پایین میشه این نقطه، ادساین سه و منهای چهار، به این شکل. و اما نقطه بعدی که اینجا باز مشخصه هر دو منفی هست، ببینید در راستای از این نقطه در راستای x منهای 3 و y هم منهای 2، ادساین منهای 3 و منهای 2، اینتر میکنم. حالا نقطه آخر رو میتونم کلوز کنم که اینجا من c اینتر رو تایپ میکنم، میتونم کلیک کنم روی کلوز، این شکل اینجا به دست میاد. خب امیدوارم از این ویدیو هم استفاده لازم رو برده باشید. در ویدیو بعدی سیستم مختصات پولار یا قطبی رو برای شما آموزش رو خواهم داد. امیدوارم استفاده لازم رو تا این لحظه از این آموزش برده باشید.